به یکی دیگر از پادکست های ایندیپندنت فارسی خوش آمدید. سکه های یاد بود از پهلوی اول تا امروز. ضرب سکه هایی که بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی با نام بهار آزادی شناخته شد به دوره قاجار برمیگردد. رضا شاه پهلوی برای نخستین بار در ایران سازوکاری مشخص برای ضرب سکه طلا ایجاد کرد. رضا شاه با ضرب سکه طلای پهلوی آن را جایگزین سکه قاجاری کرد. برگردیم 300 سال پیش، زمانی که نادر شاه به قدرت رسید، ایران از یه طرف دست افغانا بود، از یه طرف عثمانی ها و روسا بودند و ایشان موفق شد ایران ثابت نگه داره، اتحادش نگه داره و تجزیه نشه و اینا رو همه از ایران بیاندازه و حتی تا هند رسید. 200 سال بعد باز یه یتیمی به قدرت رسید به اسم رضا شاه و ایران نوینی را دوباره راه انداخت و باز همون کارها همون مشکلات قبلی 200 سال قبل داشت. و همین دلیل اگه ما به این سادگی بذاریم یک سال بگذره، اصلا مسئله سیاسیش نیست، مسئله فرهنگی و ملی و تاریخی مملکت ما. اگه ما با همین سادگی ازش گذر کنیم، یعنی اصلا ارزشی برای مملکت خودمون قائل نیستیم. این سکه ها یاد بودی اصلا که همیشه در تاریخ خواهد ماند. ما الان گاهی سکه های در موزه ها میبینیم و سکه های هخامنشی رو میبینیم و با افتخار اونها نگاه میکنیم. ما اصلا کاری نداریم که چی بوده، ممکن اصلا فراموش کرده باشیم این چیزا رو، ولی وقتی سکه رو میبینیم میریم روش مطالعه میکنیم و یه مقداری راجع به کار هخامنشی ها بیشتر تحقیق میکنیم. پهلوی هم یه دوره نوینی در ایران ایجاد کرد. هر دو پادشاه واقعا یکی بعد از دیگری آمدن، منتها مسئله کار محمد رضا شاه کمی راحت تر از رضا شاه کبیر بود که با دست خالی ایران شروع کرد و ریشه این درخت رضا شاه کبیر بودن و تنه این درخت محمد رضا شاه که بعد شاخهاش بریده شد. خوشبختانه درخت قابل رشد و دوباره شاخهاش بیرون میزد. سکه 1، 2 و 5 تومانی قاجار که وزن طلای آنها به ترتیب 2.85، 57 و 14.25 گرم بود، به سکه های 1، 2 و 5 تومانی پهلوی تغییر نام داد و وزن طلای خالص به کار رفته در آن به ترتیب 1.86، 3.8359 و 9.59 گرم شد. سکه های پهلوی در این طرح تا سال 1308 ضرب شدند. سال 1308 به دلیل ساماندهی قوانین ضرب سکه، مجلس شورای ملی قانون تعیین واحد و مقیاس پول را به تصویب رساند. در این قانون واحد ارزش پول از نقره به طلا تغییر کرد و سکه طلای 20 ریالی به نام پهلوی و سکه طلای 10 ریالی به نام نیم پهلوی مشهور شد. در این قانون 14 ماده‌ای وزن طلای خالص به کار رفته در سکه پهلوی 7.3223 گرم و سکه نیم پهلوی 3.6611 گرم تعیین شد. از نظر میزان عیار سکه های طلا نیز مشخص شد 900 در 1000 گرم وزن سکه از طلای خالص و 100 در 1000 از فلز مس باشد. از دیگر بخش های مهم این قانون تعیین طراحی مشخص و رسمی برای سکه های پهلوی بود تا صورتی یکسان داشته باشند. در این قانون آمده بود سکه های طلا در یک طرف تمثال اعلی حضرت همایونی شاهنشاه ایران و در طرف دیگر شیر خورشید و قیمت سکه و سال ضرب را دارند. آنچه امروز به نام سکه رب مشهور است، برای نخستین بار در سال 1332 با وزن 1.8305 طلای خالص و 2.3 گرم وزن خود سکه ضرب شد. اولا که خود فلز طلا یکی از با ارزش‌ترین فلزهای دنیا است و اون مبلغ بسیار کمی که ما روش قیمتش میکشیم فقط به خاطر کمک به این انجمن
شاپور علیرضا هست. سکه‌ای که در ایران وجود دارن، نمیدونم الان شاید میلیون ها، آخرین اختلاسی که یه نفر کرده بود هزاران سکه اختلاس کرده بود، ولی این سکه ها بسیار محدود. مثلا من فکر می‌کنم بین 500 تا 1000 سکه فقط از طلا بیشتر نسازیم، و سکه های نقره که الان موجود هستن یه مقدار فکر نکنم از 10000 سکه بیشتر باشن. در نتیجه خود بجز ارزش فلز، بجز این که نمیشه کپی کنن و خودش کالکتبل میشه به قول خارجی ها، مسئله ملی فرهنگی داره این. اولا گاه شماری یا تاریخی که روش نوشته شده از تاریخ تاجگذاری کوروش هست و نه یه تاریخ مذهبی. هدف ما برگشت به ملی‌گرایی و ارزش‌های ملی مملکت ما. من فکر می‌کنم خیلی مخاطب خواهد داشت. خیلی کسا علاقه دارن به ایران دوستا 100% دنبالش می‌کنن. رونق اقتصادی در دوره حکمرانی محمد رضا شاه پهلوی فرصتی بود تا دو سکه جدید به مجموعه سکه های طلای مشهور به سکه پهلوی افسوده شود. در سال 1339 سکه 5 پهلوی با 36.6119 گرم طلای خالص و 40.68 گرم وزن سکه ضرب شد. آخرین سکه ضرب شده در مجموعه سکه پهلوی سکه 10 پهلوی بود که با 73.2238 گرم طلای خالص و 81.36 گرم وزن سکه در سال 1355 ضرب شد. از نظر ابعاد نیز مطابق الگوی رایج در کشورهای دیگر، هرچه بر وزن و ارزش سکه افسوده شد، قطر سکه تغییر کرد. از این نظر سکه 10 پهلوی با قطر 50 میلیمتر، 5 پهلوی 40 میلیمتر، 2.5 پهلوی 30 میلیمتر، 1 پهلوی 22 میلیمتر، نیم پهلوی 19 و ربع پهلوی 16 میلیمتر به ترتیب از نظر ابعاد بالاترین و کمترین میزان قطر را داشتند. در میان سکه های پهلوی، سکه 2.5 پهلوی با کمترین میزان ضرب به دلیل درج مناسبت ضرب که ازدواج شاهنشاه با شهبانو فرح پهلوی بود و حذف قیمت سکه شباهت به مدل های مناسبتی دوران پهلوی دارد. تعداد کم ضرب سکه 2.5 پهلوی امروز آن را در بازارهای فروش عتیقه به یکی از با ارزشترین سکه های عصر پهلوی تبدیل کرده است. با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، ضرب سکه های پهلوی تا سال 1358 ادامه داشت و اولین سری سکه های ضرب شده در جمهوری اسلامی با نام سکه بهار آزادی در این سال ضرب شد. من خیلی راحت خدمت شما بگم سکه هایی که با اون کیفیت پایین در خود ایران بعد از شورش 57 ساختن اعتباری به جز وزن فلزش نداره یا قیمت فلز اصلی که طلا است نداره. تفاوتی که این داره با کیفیت با همون استاندارد پهلوی سابق ساخته میشه به اسم پهلوی نوین و با کیفیت بسیار بسیار بالا و گذشته از این به خاطر محدود بودن تعداد این سکه ها، چه در سکه های طلا و چه در سکه های نقره و یاروکه شده، این و اون یادبود و ارزش این خاندان باعث میشه که این بعد از مدتی تبدیل به یک سکه کلکسیونی بشه و هدف ما دقیقا این هست، نه ساختن بود. مقایسه قیمت سکه یک پهلوی در سال 1357 با سکه امامی در سال 1402 یکی از ملاک‌های مشخص شدن سقوط ارزش پول ملی ایران است. زمان استقرار جمهوری اسلامی در سال 1357 قیمت سکه تنها 420 تومان بود. پیش از رشد ناگهانی قیمت سکه در سال 1398 قیمت 4 میلیون تومانی سکه در این سال باز هم نشانگر افزایش 10000 برابری قیمت آن بود. قیمتی که امروز از مرز 30 میلیون تومان گذشته است. اولین رشد و جهش قیمت سکه به سال 1357 برمی گردد.
در این سال قیمت سکه از 420 تومان سال 57 با رشد بیش از 3 برابری در سال 1358 به 1300 تومان رسید. این روزها تمایل افراد به جمع‌آوری سکه، اسکناس و مدال‌های دوران پهلوی باعث شده قیمت سکه‌های پهلوی در داد و ستد بین مجموعه داران رشد چشمگیری داشته باشد. اول در مورد سکه یک پهلوی نوین صحبت کنم. سکه یک پهلوی نوین دقیقا با استاندارد سکه اصلی پهلوی هست، یعنی حدود 8.13 گرم هست و از طلای خالص استفاده خواهیم کرد و قیمتش با دستمزد یه مقدار مشکلات ضربش هست، چون نه بانکی پشتیبانی داریم نه کسی کمک میکنه و اما شخصا به عهده من بوده تا الان و با آمریکا صحبت کردم، با ایتالیا دو تا شرکت ایتالیایی صحبت کردم و ایتالیا تنها راهش این هست که سکه خالص باشه، وگرنه ایوا داره، ایوا یعنی مالیات بر درآمد داره و حدود 22% قیمت میره روش. قیمت تقریبا روز طلا خواهد بود و علاوه 150 دلار که به حساب یک خیریه هست به نام شاهپور علیرضا پهلوی به حساب رفته میشه و من شخصا هیچ درآمدی در این جریان ندارم. سکه هایی که طرح‌های متفاوت و تاریخ حک شده بر آنها هر کدام به عاملی برای تعیین ارزش آنها تبدیل شده است. در بازار اشیای عتیقه خرید و فروش طرح بدلی سکه های پهلوی به دلیل درخواست علاقمندان رونق دارد. اگر روزگاری سکه های ضرب شده طلای دوران قاجار مورد توجه بودند، امروز سکه های طلای پهلوی یکی از مطمئن ترین دارایی ها در ایران است.